شوشو، این ویدیو خیلی متفاوته به خاطر اینکه هم در مورد خودمه و هم آموزش، چیزی که فوق‌العاده است. یه روزی بهتر اینطوری شروع کنم که یه روزی تو زندگیم به خودم اومدم دیدم که من 3-4 تا عادت اساسی دارم که خیلی داره بهم کمک میکنه و شاید هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر بتونن اثر داشته باشن. فقط یه روزی، یه جایی، یه جوری، نمیدونم چطوری تصمیم گرفتم شروعش بکنم و فقط انجامش دادم. تا الان شده یه عادت و روتین که باعث شده که حالم خوب باشه، شور و شوق زندگی رو داشته باشم و یه جورایی هم تأثیر کمی، نمیتونم بگم که تأثیر کمی، یعنی جوری باید بگم کم تأثیر روی اعتماد به نفسم نبوده و نیست. تصمیم گرفتم با شما هم به اشتراک بذارمش که اگر دوست دارین کم کم به زندگیتون اضافهش بکنین و البته که باید حواستون هم جمع باشه که عجله نکنین توش. مریم جعفری هستم، روانشناس بالینی، کوچ روابط عاطفی و رشد توسعه فردی. به کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدین. این ویدیو همراه با خودافشایی از زندگیمه و یه جوره این که آموزش هم قراره باشه دیگه، پس تا آخر همراه باشین. دیدین آدمایی که یه سری پیشرفتار رو دارن یا آدمایی که خیلی خفنی که یهو یه جامپ عظیم میزنن، یه کارایی میکنن، یه دستاوردهایی دارن که خب آدمای معمولی ندارن؟ حتما دیدین. معمولا اینجور وقتا بقیه بهشون میگن که اینا آدمای خوششانسیان یا آدمای خیلی توانمندیان یا مثلا آدم خیلی باهوشیه که تونسته به این چیزا برسه. اما وقتی که توی اکثر مصاحبه ها ازشون میپرسن که خب واقعا رازتون چیه، معمولا میان دم از یه سری عادت ها میزنن که توی زندگیشون اومدن ایجاد کردن و انقدر توش استمرار داشتن که الان بخشی از زندگیشون شده و اصلا بدون اون روتین و عادت ها نمیتونن زندگی کنن. خب من توی این سالها که سعی کردم روی زندگی خودم، علاوه بر کاری که دارم انجام میدم، روی زندگی خودم کار بکنم، یکی از چیزهایی که سعی کردم ایجاد بکنم همین عادت هاست و توی این آدم ها هم پیداشون کردم و سعی کردم شروعشون کنم. حالا میخوام عادت ها رو بهتون بگم. عادت اولی که واسه خودم تو زندگیم ایجاد کردم و خیلی هم دوستش دارم و واسه مهمه، عادت قدردانی. این عادت قدردانی اینطوریه که الان تمام مراجعینی که با من کوچینگ دارن یا تو دوره میان با من میان جلو میدونن اولین عادتی که بهشون میگم و با هم شروع میکنیم همین عادته. من صبحمو به محض اینکه چشممو باز میکنم، به محض اینکه چشمم باز میشه، با قدردان بودن، شکرگزار بودن شروع میکنم. ببین اصلا نمیدونم، کاری هم ندارم که تو مذهبی هستی، چی رو قبول داری، چی رو قبول نداری. این عادت عادت تشکره، عادت تشکر و دیدن چیزهایی که داریه و باید بدونی که به شدت به شدت احساس شور و شعف درونی و از همه مهمتر انگیزه و امید به زندگی بهت میده. ببین اصلا باعث میشه تمام چیزهای خوبی که داری و نمیبینیشون رو، چون خیلی وقت اینا رو داری، چون برات عادت شده دیدنشون، چون دیگه جزء روتین زندگیت شده و الان نمیبینیش، رو دوباره ببینی و برات مرور بشه. ببین تک تک چیزهای مهم زندگیت و باعث میشه مرور کردنش باعث خوشحالیت بشه. تک تک چیزهایی که داری رو یه نگاه بهشون بکن، تصور بکن لحظه ای از نبودنشون رو، از سلامتیت، از تواناییت، از شغلت، از وسیله ای که داری، اصلا گوشی که الان دستت و بارها ممکنه بابتش غر زده باشی که چرا شارژ زود تموم شه، چرا این مشکل داره، من اینو نمیخوام، یه مدل بالاتر رو میخوام، لحظه ای تصور کن که نباشه، چه حسی به دست میده. حالا اگر که مرور کنی هر لحظه بودن و داشتنشو، حالا چه حسی به دست میده. من چی کار کردم؟ اومدم کاغذ خودکار برداشتم. تو هم الان میتونی این کار انجام بدی. هم الان پاس کن ویدیو رو، برو کاغذ خودکارتو بیار. شروع کردم به نوشتن جملاتی مثل خدای شکرت که چشمام خوب میبینه. حالا با وجود اینکه چشمام درصدی شاید استیگمات داشته باشه، خوشحالم که بدنم سالمه، با وجود اینکه ممکنه بدنم بالا پایینی های خودش رو داشته باشه تو خوب بودن. خدای شکرت که خونه گرم و نرمی هست. خوشحالم که میتونم به راحتی غذا بخورم. هر آنچه که به ذهنم میاد رو میشینم مینویسم روی کاغذ و اصلا چند وقت یه بارم آپدیتشون میکنم. همشون رو با صدای خودم ریکورد گوش رو روشن میکنم، ضبط
گوشی رو روشن میکنم و ضبطش میکنم با صدای خودم و از عمق وجودم این تشکر، این شکرگزاری، این خوشحال بودن رو بیان میکنم. و صبح که چشمم رو باز میکنم، اولین کاری که میکنم اینه که این هنسفری روی گوشم گذاشته میشه و همزمان که روتین صبحم رو انجام میدم پلی میشه. چرا این کار اثر داره؟ چون فکری که طی روز داریم، کاری که طی روز انجام میدیم، هر چند کوچک، دقیقاً همون هویت ما و همون شخصیت و زندگی ما رو میسازه. ببین، همون کارهای کوچیک و عادتهای خیلی ریز و کوچولو میاد شخصیت تو رو میسازه، میاد مسیر زندگی تو رو میسازه. پس اصلا نباید ازش غافل بشی. و اما عادت دومی که معمولاً دارم، مدیتیشن صبحگاهی. من این روتین و تمرین به هم دو تا قدرت عظیم داده. یکی اینکه با تمرین تنفس و مدیتیشن میتونم به بدنم به مرور زمان یاد بدم که من کسی هستم که میتونم تو رو آروم کنم. تحت هر شرایطی و حالتی که باشی من تو رو آروم میکنم و در واقع ذهن و بدن تمرین داده میشه به اینکه بتونه با تنفس به خودش مسلط بشه و آروم بگیره. دومین قدرتی که بهم داد این بود که دیدی صبح که بیدار میشی ذهن شروع میکنه با سرعت زیاد کار میکنه، وای بعد این کار انجام بدم، اینو یادم باشه، حالا اینو چی کار کنم، نکنه این اینطوری بشه، حالا اونو چی کار کنم، این شروع میکنه به شلوغ شدن، طوری که یه وقته انگار دیگه مغز آدم میخواد منفجر بشه. من میگم توی این عادت، همینطور که صبح بیدار میشیم لباس روزمون رو انتخاب میکنیم که چی بپوشیم و در موردش تصمیم میگیریم، باید شروع کنیم به اینکه انتخاب کنیم چه افکاری به کارمون میاد و افکارمون رو انتخاب کنیم. ببینید، مدیتیشن بهتون کمک میکنه که به ذهنتون نشون بدید رئیس کیه. رئیس منم و فکری رو انتخاب میکنم، فکری رو بهش بالا پر میدم که برام کارآمد باشه، بهم کمک کنه، کمک کننده باشه، احساس خوب برام ایجاد کنه. پس اول خودم رو آروم کردم، به ذهنم مسلط شدم و حالا دوم با قدرت میام افکارم رو انتخاب میکنم. ببینید، این تمرین به مرور کمک میکنه در شرایط و حالتهای عادی طی روز هم بیشتر بتونید به خودتون مسلط باشید و در نتیجه حال بهتری رو تجربه کنید. حالا برای اینکه بیشتر با مدیتیشن بتونید آشنا بشید و نحوه انجامش، قطعا از حسین میتونین کمک بگیرین، چه در یوتیوب چه در کست باکس که من پیشنهاد میکنم که استفاده بکنین از گفتهاش. عادت سوم ژورنالینگ کردنه. دیدی وقتایی هست که بعد از انجام کارمون یا بعد از اینکه یه ماجرا و یا اتفاقی میفته، هرچی که هست، توی اون لحظه میگیم کاش یه رفیق خفن بود، همه رو بهش میگفتم. حالا ماجرا خوب یا بد، هر چی که هست، اون لحظه از جمله لحظاتیه که لازم دارید خودکار و کاغذتون رو بردارید یا اصلا تو قسمت نوت گوشیتون، هر چی تو دسترستونه. البته که اگه کاغذ خودکار باشه بهتره، من خودم بیشتر میپسندمش. بیارید و هر چی تو ذهنتون خالی کنید. هر چی که به فکرت میاد، هر چی که گفته میشه رو اونجا بنویس. مهم نیست چه ساعتی از روز، شب، کجایی، اوضاع چطوره، حالت چطوره. مهم اینه که پیادش کنی روی این کاغذ. حالا اگر این روش بشه روتین شما، معمولا مخصوصا شبا قبل از خواب، ساعتی قبل از خواب، باعث میشه افکارتون خالی بشه و حس خالی بودن و راحت بودن و آرامش بیشتری رو داشته باشید، به خصوص برای خوابیدن. شاید یه روزایی اصلا لازم باشه دو بار انجامش بدین. من روزایی بوده تو زندگیم دو بار انجامش دادم و این عادت میتونه فوق‌العاده باشه براتون. ذهنتون باز میشه. من خیلی اوقات باز شده ذهنم باز بشه، باز شده خودم بشم بهترین رفیق خودم، باز شده که حرفام، رازهام یا درد و دلام هر جایی نره که هر کسی هر جایی تو زندگیش خواست بیاد علیه من استفاده بکنه یا همون رو به عنوان یک ضعف بزنه تو صورت من. باعث شده که بتونم تخلیه رو انجام بدم و اگر جایی لازم داشتم از کوچ و روانشناس خودم کمک بگیرم به صورت اختصاصی. پس این عادت کمک کرده بهم که آروم بشم، کمک کرده بهم که بتونم تخلیه هیجانی، تخلیه افکار انجام بدم و من این عادت رو مثل یه معجزه میبینم تو زندگیم. و حتما برش کاغذ خودکارهای مخصوصی رو میذارم، چون برام خیلی ارزشمنده و خیلی دوست داشتنیه. البته اگر فکر میکنید حرم خصوصتون ممکن رعایت نشه، میتونید بعد از نوشتنشون اونا رو پاره کنید و یه جورایی نابودش کنید دیگه. امروز توی این ویدیو واقعا مهمون ماست این دیگه. من بیشتر از این نمیتونم از
خفن بودنش بگم، چون تا زمانی که خودتون انجام ندید متوجه نمیشید که چقدر میتونه معجزه داشته باشه. و اما عادت چهارم و آخر اینه که از اونجایی که من آدم دست راستی هستم و با دست راست خیلی از کارام انجام میدم، تصمیم گرفتم این عادت و روتین رو ایجاد کنم، از دست چپم بیشتر استفاده بکنم. حالا بیشتر کارامو با دست چپم انجام میدم، مثل مسواک زدن، مثلا برداشتن لیوان یا هر چیزی. مثلا این لیوان خیلی سنگینه، مثلا برداشتن این خودش خیلی کمک میخواد برای دست چپ. و اینکه شما به ذهنتون یاد میدین که از روتین خارج بشه و از اون عادتهایی که داره. و خب البته که عضلات دست چپتون هم چون کمتر کار میکنه نیاز داره بیشتر تقویت بشه، و در کل ذهنتون رو بیشتر درگیر میکنین. باعث شده ذهن من بیشتر درگیر بشه و چون نیاز دارم برای انجام اون کار تمرکز بیشتری داشته باشم، حضور در لحظه من بیشتر میشه، از افکارم هم بیشتر فارغ میشم و خیلی کمک کننده است. خلاصه که من خیلی با این عادتم کیف میکنم، ذهنمو به چالش میکشه. و شما بگید چه کار دیگه ای میتونیم با دست چپمون انجام بدیم، یا اگر تجربه هر کدوم از این عادت ها رو داشتین که براتون خوب بوده حتما برام کامنت کنین، یا سوالی دارین حتما بپرسین که راهنماییتون بکنم و اون عادت فوق العاده و عالی رو شما هم بهمون پیشنهاد بدید. همزمان که ویدیو رو لایک میکنی، برای اینکه اون دوست خوبت هم بتونه این عادت ها رو داشته باشه، حداقل یکیش هم ایجاد کنه، فوق العاده است. براش بفرست و به هم بگو که خودت هم چه عادتهای جدیدی رو ایجاد کردی که فوق‌العاده بوده واسط. اگر تازه با کانال آشنا شدی، حتما لازمه دکمه سابسکرایب رو بزنی، به خاطر اینکه ویدیوهای آموزش هر روزه در زمینه رشد و توسعه فردی و روابط عاطفی رو نباید از دست بدی.